سلام رفقا و دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. تو این هفته دنبال این بودم که چند تا بازی که آف خورده رو بگردم پیدا بکنم و اگه بشه بتونم واسه خودم بخرم، به خاطر اینکه خب بلک فرایدی بود و اینطور داستانا. رفتم تو گیم لانچرهای مختلف گشتم، البته تا الان چیزی دستم نیومده، ولی گفتم که یه ویدیو بسازم توی گیم لانچرهای مختلف ببینیم که به خاطر بلک فرایدی چه بازیهایی آف خوردن و کدوما رو میشه خرید و کدومشون از همه باحال‌تره. اینکه گیم لانچر چیه بچه‌ها؟ گیم لانچر خب کمپانی‌های مختلف گیم سازی اپلیکیشن خودشون رو دارن روی پلتفرم‌های مختلف مثل اندروید و ویندوز و مک او اس و اینطور داستانا. من روی نسخه ویندوزش گیم لانچرهاشون رو دانلود کردم، از سایت‌هاشون نصب کردم. گیم لانچرها کارشون اینه که هم استور دارن، شما می‌تونید از اونجا یه سری گیم بخرید، هم اینکه از طریق گیم لانچر میتونید اون بازی رو پلی بکنید و بازی بکنید و حالا یه سری پلاس دارن و اینطور داستانا که بعدا بهتون توضیح میدم که اینا چیان. بریم سراغ این که ببینیم که رو گیم لانچرهای مختلف چه بازیایی هستش و این که خب ببینیم انحصاریاشونو آیا آف زدن یا نزدن. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. سعی میکنم ویدیوهای اینجوری بسازم. ازتون میخوام که من رو حمایت بکنید، چنل من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش رو حتما بزنید، حتما ویدیو هام رو اگر دوست دارید من رو حمایت بکنید، البته حتما ویدیو هام رو لایک بکنید، کامنت هم فراموش نکنید. خب بچه ها، اول از همه میریم سراغ اپیک گیمز. یکی از انحصاری‌های خیلی خوبش فورتنایت هستش، یه بازی وارزونه که حتما همتون میشناسید و اینکه میدونید که خیلی هم برای اپیک گیمز درآمدزا هستش، به خاطر اینکه خریدایی در اون برنامه‌ای داره و کلی هم طرفدار داره، حتی تو خود ایران، هم روی پلتفرم پی سی، هم روی پلی استیشن و هم روی موبایل. به خاطر همین اگر من اینجا رو صفحه هوم اپیک گیمز برم ببینید که اولین بازی هم که گذاشته فورتنایت هستش، سیزن جدیدشه. و خب حالا بریم سراغ استور ببینیم که چه بازیایی رو میتونیم با آف بخریم و در واقع کدوم ما رو آف زده. آیرون هروست، من خیلی شناخت روی این بازی ندارم ولی 49 دلار بوده، شده 39 دلار، 10 دلار آف زده. یه بازی هست که من خیلی دوستش دارم به اسم امانگ، نه امانگ آس، نه امانگ تریز، بذارید اینجا. این بازی در واقع اسکرینشات هاش رو روی دسکتاپ های مختلف باید دیده باشید. کسایی که گیمر هستن از اسکرینشات های این گیم به عنوان دسکتاپ استفاده میکنن. من منتظرم لود بشه و نمیدونم که چرا لود نمیشه. هورا، لود شد. خب اینجا گذاشتش 19 دلار که آفم نخورده. من هر روز میام اینو چک میکنم ببینم کی آف میخوره. دوباره برمیگردم توی استور. این بازی نمیشناسم چیه. خب اساسین کرید وال هالا رو روی دونه گیم لانچر دیگه چکش میکنم. بریم سراغ بازی های دیگه که ببینیم آف خوردن یا نه. 59 دلار اساسین کرید آف نخورده، واش داگ هم آف نخورده، خیالتون راحت باشه که نمیتونید این بازی ها رو بگیرید. یعنی بعد البته اگه بخوام بگیریم باید 60 دلار بدید بگیرید، نمیشه. بعد این بازی هستش، اینم فکر میکنم وارزون هستش، روج، که اینم فریه، میتونید دانلود کنید بازی بکنید. دیگه همینا، حتی سایبرپانک هم که اویلیبله میتونید بخرید. البته فکر میکنم از بذار ببینم از کی میشه، یعنی در واقع اینجا میتونید پیش خریدش بکنید.
خب میگه باید بالای 18 سال باشید اگه میخواید این بازی رو بازی کنید، و میگه که میتونید پری پرچیس کنید، یعنی قبل از اینکه بازی بیادش پیش خرید بکنید با قیمت همون 59 دلار و 99 سنت. پلتفرمش هم اینجا ویندوزه. ویچی برگردیم روی استور دوباره همینا. پس میبینیم که خیلی اینجا آف نداریم، روی این بازی 40% آف داریم، نمیدونم چیه. روی ویسپرز آف ماشین 15 دلار آف داره. من این بازی ها رو هیچ کدومشون نمیشناسم، حتی هیتمن سم که قراره بیاد 59.99 دلار آف نداره. این از بازی هایی که روی اپیک گیمز هستش. خب حالا بریم سراغ گیم لانچر بعدی. خب بچه گیم لانچر بعدی که هم میخوام بهتون معرفی کنم، همین که بریم ببینیم برای بلک رایدر آف زده یا نه، اوریجینه. اینم از اوریجین. البته اینم بهتون بگم اکثر این گیم لانچرها بچه ها فیلتر هستن. حالا میگم یا از طرف ایران فیلتر شدن یا اینکه کلا اون کمپانیه به خاطر اینکه ما رو تحریم کرده فیلتر کرده. ولی خلاصه اینکه اگر خواستید استفاده بکنید حتما باید فیلتر شکنتون روشن باشه، یعنی وی پی ام بزنید. خب بریم منتظر بشیم که اوریجین لانچ بشه و ببینیم که توش چیا داره. خب یکی از انحصاریای روی اوریجین بچه‌ها اپکس لژندز که این بازی رو من دانلود کردم، یه بازی وارزونه که خیلی خفنه، هم اسمود هم خیلی فسته، روی پلتفرم ویندوز هستش، میتونید فری هم هستش بچه‌ها، میتونید برید دانلود بکنید و استفاده بکنید، حالشو ببرید، خیلی خفنه. اوریجین یه جورایی واسه ای اسپورته، لانچر ای اسپورته، به خاطر همین موقعی که یه گزینه این بغل داره به اسم ای ای پلی که حالا میتونید برید اکانت های ای ای اسپورت رو بخرید و یه سری خب پلاس هم داره که اگر اونا رو بگیرید میتونید ازشون استفاده بکنید. حالا من خودم اصلا برم توی استور قبل از هر چیزی ببینیم که چه بازی هایی توش وجود داره. میدونید انحصاری های ای ای اسپورت یکیش نیت فور اسپیده، یکیش خود فیفا 21 و سیمز و ببینم دیگه چه بازی توی انحصاریش، معروفاش تقریبا میشه گفت که همین هست. اینجا فیفا 21 و بچه ها 55% آف زده. فیفا بازا همه تون میتونید برید روی اوریجینز و فیفا 21 رو با 55% آف بخرید. حالا بچه ها یا باید گیفت کارت رو ریدیم کنید روی اوریجینز، خب که من اینجا گیفت کارت ریدیم کردن رو بهتون نشون میدم چه جوری روی اوریجین گیفت کارتتون رو ریدیم کنید. و یه موضوع دیگه این که یا اینکه خب ویزا کارت و مستر کارت داشته باشید که بتونید خرید بکنید. بریم سراغ این که ببینیم چه جوری میشه ریدیم کنید. اینجا یه گزینه داره خود اوریجین رو که بزنید یه دونه ریدیم پروداکت کد داره، میتونید اینو بزنید و الان اون قسمتی که میتونید کدتون رو ریدیم کنید لود میشه، میتونید اینجا وارد کنید و از کدتون استفاده بکنید. اینم از این. خب 40% هم روی این بازی ها بچه ها آف خورده، یعنی نیت فور اسپید هات پرسوت رو میتونید اینجا بگیرید. ببینم بازیش آف خورده، بذارید یه چک بکنم. ۲۵% هم روی هات پرسویت آف خورده، روی جدی 60% آف خورده، روی بتلفیلد بچه ها 60% آف خورده. حالا
بتلفیلد اینجا زده که از $15 شروع میشه. خب یه دونه استاندارد ادیشن داره، یه دونه دیفینیتیو ادیشن داره. این دوتا رو هم میتونید بگیرید، یعنی دیفینیتیوش $19، استانداردش $15. این دوتا بازی رو هم میتونید بگیرید. بتلفیلد هم جزء انحصاری های ای اسپورته، میتونید بخرید حالش رو ببرید. اینم از آف بلک فرایدی اوریجین. بریم سراغ لانچر بعدی. خب بچه ها، لانچر بعدی بلیزارده. بلیزارد پارتنر کمپانی اکتیویژنه که خب هم خودش یه سری گیم میسازه و هم پابلیشر یه سری بازیه. اونطور لانچرشو کلن سپرده دست بلیزارد و شما رو بلیزارد در واقع یه سری گیم هم میتونید دانلود بکنید، هم یه سری گیم بخرید، یعنی یه سریشون فریه. خب یکی از بازیایی که من خودم ازش گرفتم کال آف دیوتی وارزونه. کال آف دیوتی وارزون بچه بازی فریه روی پلتفرم ویندوز و فوق العاده عالیه. یعنی یکی از، شاید به جرئت بگم، یکی از بهترین وارزون هایی که من خودم تا الان بازی کردم بین پابجی و کال آف دیوتی. یعنی فکر میکنم که یه جورایی کال آف دیوتی واقعی تره و خیلی اسموت تره، یعنی روون تره و خیلی سریع تره. به خاطر همین من خیلی باش حال کردم. ولی در کنارش میتونید مادرن وارفیر رو هم بگیرید و البته هم مادرن وارفیر رو میتونید بگیرید هم بلک اوپس رو. این سه تا در، ولی اون دوتای دیگه که الان اسمشون رو بهتون گفتم هر جفتش پولیه. بعد میتونم اینجا بهتون نشون بدم که توی گیماش الان بلک اوپس رو چند گذاشته واسه فروش و فکر میکنم که تخفیف های بلک فرایدهش رو برداشته. این از بلک اوپس میگه میتونید الان بخریدش. ببینیم بخریم ببینیم چنده. مثلا میخوایم بخریم ببینیم چنده. اینجا یه قسمت شاپ داره. خب میگه که unlimited editionش تقریبا $90، اینم استاندارد ادیشن $60 و قرمش برم هیچ آفی هم نداره. دوباره برگردیم روی شاپ. مادرن وارفیر هم بچه ها گذاشته $80. این از این. یه دونه کال آف دیوتی اندومنت هم داره که $9. این هم از این. دیگه همینا، یعنی بازی های درست حسابی که روی بلیزارد میتونید پیدا بکنید تقریبا خوباش همینایی که بهتون گفتم. یعنی اکتیویژن خودش یه جورایی پابلیشر در واقع اینفینیتی وارده. اینفینیتی وارد هم که در واقع انحصاریاش کلن سری کال آف دیوتیه و اینطور داستان ها. به خاطر همین بازی های اینفینیتی وارد رو میتونید اینجا بخرید استفاده بکنید. بریم سراغ گیم لانچر بعدی. این گیم لانچری که الان میخوام بهتون معرفی بکنم من خیلی باش حال میکنم. یعنی معمولا آفایی که میزنه آفایی جوندار و درست حسابیه و خیلی از گیم های خوبم روشه. من اول لاگین بکنم.
خب بریم سراغ استور ببینیم یوبیسافت روی لانچر خودش که اسمش یوبیسافت کانکته، بچه ها اسم جدیدشو گذاشته یوبیسافت کانکت، بریم ببینیم که چه آفایی زده. همیشه آفاش خوبه، یعنی همیشه آفاش هم زیاده، حتی در طول سال بغیر از بلک فرایدی هم آف میذاره و خیلی خفنه و بازیهاش هم انحصاریاش هم بازیهایی که در واقع رو استورش میذاره خیلی خفنه. خب اینجا هم نوشته بلک فرایدی سیل آف تو 80% آف. خب ببینیم کیان اینجا یه پک گذاشته، بعد نوشته $91.20، حالا نمیدونم چند دلار رو گذاشته. این پکش یه مجموعه ای از دو تا بازیه، ببینیم میگه میتونی اساسین کرید وال حالا رو به اضافه یه واچ داگز لژیون بخرید، $109 رو بدید $91، ولی توی پک داره میفروشه و فقط 17% آف زده. چرا؟ به خاطر اینکه این بازی‌ها تازه وارد مارکت شدن، کمپانی‌های دیگه بازی‌هایی که تازه وارد در واقع تازه وارد مارکت می‌کنن و معمولاً حتی اگر به بلک فرایدی بخوره هم آف نمی‌زنن به خاطر اینکه فروش اون بازی رو از دست ندن، ولی یوبیسافت اینجا این دوتا بازی رو آف زده. بعد من دوباره برگردم روی استور، بیام رو استور، اینو نمیخوام. اینجا بچه ها خود واچ‌داگ و تنهایی هم 20% آف زده، ولی خب اینا بازی هایی که گرون هن، حتی با آفش هم خریدش واسه ما ایرانی ها با درآمد ریالی نمیارزه. ولی خب اینجا من دوباره برمیگردم تو این قسمت بلک فرایدی ببینیم چه خبره. یکی از آفای خیلی خفنی که بچه ها اینجا زده بازی تایم کلینسی ده دیویژن 2ه. خب یکشو بچه ها فری گذاشته بودی مدت، من تونستم تو اون فریه دانلودش کنم، ولی دوشو که $29 کرده $9، یعنی تقریبا 70% آف زده واسه بازی که فکر میکنم یک سال اومده توی مارکت. اینم از این. Assassin's Creed Origins رو $12 گذاشته بازی که اگر آف نباشه $59. بعد Assassin's Creed Odyssey رو $18 گذاشته، یعنی آدم کرک و پرش میریزه، چه آفای خفنی خدا وکیلی. اینم از این. اینجا Watch Dogs 89 دلاری رو Ultimate Editionش رو گذاشته $89، در صورتی که $120. دیگه رینبو سیکس رو که بازی خیلی خفنیه 60% آف زده و $8 گذاشته. دیگه اینجا دوباره فور هونر رو $7.50 گذاشته، واچ داگ رو $44 اینجا گذاشته. خلاصه که خیلی آفاش خفنه، خیلی آفاش خفنه و من بدم نمیاد که واچ داگ رو بخرم تا این آف تموم نشده، اما تا رگ گردنمون نگرفته و قلبمون درد نگرفته از اینجا خارج شیم، بریم فوری سراغ لانچر بعدی.
خب بچه ها، لانچر بعدی که من منتظرم لود بشه ایکس باکسه، همین کنسول ایکس باکسی که الان ایکس سریس و اس سریسش وارد مارکت شده، یه لانچر روی ویندوز داره که یه سری بازی هایی که شما رو پی سی میتونی بازی بکنی رو آورده. بعد آیکونش هم بهتون نشون بدم، رو ویندوز 10 عرب خود استور مایکروسافت میتونی دانلودش بکنید. اینه. بعد بریم سراغ ادامه داستان. خب بچه تا این اسلایدر لود بشه، اینجا من میرم سراغ اون گیم هایی که معروف تر هستن. اینجا هم نوشته بلک فرایدی سیل اندز توی این تاریخ، یعنی میشه 3/12، خب یعنی 3 دسامبر. یکی از بازی های خفنی که من خیلی باش حال میکنم فورزا هورایزن 4ه. استاندارد ادیشنش رو از $59 اینجا گذاشته $29، 50% آف خورده. بعد اولتیمیت ادیشنش رو از $100 گذاشته $50، دوباره 45.99 دلار، یعنی $55 آف خورده. بعد بازی بسیار معروف امسال مایکروسافت فلایت سیمولیتور رو از $120 گذاشته $95، اینجا هم یه چند درصد تخفیف خورده، تقریبا یه چیزی حدود 20-25% آف خورده اگر اشتباه نکنم. اینا انحصاری های خود مایکروسافته، مثلا $40 بوده $25 گذاشته $35 آف خورده هیلو. بعد اینم بازی های مایکروسافت که آف زده. بعد برید تو خود استورش اینجوری بچرخید ببینید کدوم بازی ها بیشتر آف خورده، و اگر دوست داشته باشید میتونید این رو هم گیفت کارت داره میتونید ریدیم کنید تو استور مایکروسافت و بخرید. اینم از این. بریم سراغ آخرین گیم لانچری که میخوام معرفی بکنم. آخرین گیم لانچری که میخوام معرفی بکنم استیمه. استیم خودش به تنهایی در واقع گیم نمیسازه و هیچ بازی انحصاری نداره، منتها در واقع یک گیم استور، شاید به جرات بشه گفت یکی از بزرگترین گیم استورهای تا الان هستش. بارها اسمش رو عوض کرده، بارها تغییرات عمده ایجاد کرده، ولی خب الان هم یه گیم استور خیلی بزرگه، هم یه لانچره که در واقع از داخل خودش میتونید گیم ها رو لانچ بکنید. بریم ببینیم سراغ بازیاش، ببینیم چه بازیایی رو آف زده. بریم توی استور. ببینیم چیزی واسه بلک فرایدی در نظر گرفته یا نه. خب یکی از بازیایی که دوباره اینجا گذاشته که روی در واقع اوریجینز هم دیدیم سیمز 4ه که آف زده. سیمز 4 رو 88% آف زده، یعنی یه بازی $40 رو میتونید بخرید $4، یعنی پرام ریخت. اونا هم آف میزنن، ما هم آف میزنیم. بعد دیگه یکی از بازیای خیلی خفن که من گیم پلیاشو توی یوتیوب دیدم و خیلی باش حال کردم این بازیه. اسمشو بذارید ببینم، دس استرندینگ، که از شخصیت فیلم سریال واکینگ دد هم در واقع استفاده کردن تو بوش. بازی خیلی خفنیه، $60 اینجا گذاشتنش $30، 50% آف خورده، خیلی بازی خفنیه. بعد دیگه بریم ببینیم که توی این بلک فرایدی چه بازیایی رو آف زده. اینجا پابجی رو بچه‌ها، شما که واسه خود کمپانی پابجی هستش، مدل در واقع نسخه ویندوزش، نه نسخه موبایلش، نسخه موبایلش برای کمپانی اکتیویژن اگر اشتباه نکنم و کمپانی تنسنت، ولی نسخه ویندوزش واسه خود کمپانی پابجیه که پابلیشرش استیمه. بعد اوپس ارور داد. بریم ببینیم پابجی رو توی بلک فرایدی آف زده یا نه.
پابجی بازا، البته کسایی که روی ویندوز بازی میکنن، پی سی گیمرا و کنسول گیمرا که روی ایکس باکس میتونن پابجی رو داشته باشن. پلی استیشن رو نمیدونم مثلا پابجی رو آورده یا نیاورده. ببینیم که آف خورده یا نه. من میرم توی استور دوباره اینجا سرچ کنم پابجی. خب میگه یه دونه مشکل پیش اومده، مشکل برات پیش آمده کسگم. میبینم که نمیاره. میگه برای اینکه وصفشم به استیم سرور یه مشکلی دارم. خب بی خیال پابجی میشیم، بعدا خودتون برید استیم رو دانلود کنید، نصب بکنید. استیم رو هم باید وی پی ان بزنید بچه ها، به خاطر همین حتما فراموش نکنید. خب بچه ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که مفید واقع بشه. یعنی برید که این گیم لانچر رو دانلود بکنید، بعد اگر بازی رو دوست داشتید از اونجا بخرید و استفاده بکنید. همین دیگه، دمتون گرم. یادتون نره که کانال من رو سابسکرایب بکنید، حتما کانال من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش هم فراموش نکنید. تا ویدیوهای بعدی.